الان بشر به یک حدی از ترقی تکنولوژی مدرن رسیده که به آخوند و خر مقدسه و دیندار و اینا احتیاج نداره. اصلا اینا دیگه اصلا بهشون احتیاج نداره. از هر نظر که بخواین حساب کنید روبوسازی و همه کارا با کامپیوتر انجام میشه و فلان، اصلا به آدم احتیاج نداره دیگه. با آدم احتیاج نداره. حالا زمان نوح که گفت میخواد طوفان بشه که بعد چه بشه، یه گدر یا جمع که از قصه است، ولی بعد وقت الان همون هست داره سرت میاد. میگه اینا که قصه است آقا، یوستونی که افسانه است، اینا که نمیتونه واقعیت داشته، آقا بعد وقت الان همون داره سرت میاد. همینی که میخواستن بهتون فرو کنن که خیلی ها فرو کردن، الان دارن میمیرن، خیلی ها دیگر فرو نکردن، خیلی ها گفتن ما نمیخوایم و فلان و تظاهرات و مخالفت، خب رو دستشون موند میلیارد ها از اینایی که می‌خواستن بشن فرو کنن و دنیا فرو کنن، چون مردم نکردن، الان رو دستشون مونده، انبارشون ورشکست شدن. خب حالا سیستم دیگه، کار جدیدی پیش میاد، برنامه جدید. برنامه جدید اینه که اون چند میلیارد مزاحم باید برن، همیشه هم بوده. او بعد مخبر تاریخ مطالعه کن نمی‌کنید که، فکر کنم همین امروزه تاریخ پر از اینه که اومدن از بین ببرن. حالا مثلا بعضی میگه آقا چطور میشه که ما بیاییم و آقا چطور اینا طالبان رو قدرت دادن؟ آقا یوستا شما با اینا در تماسی؟ بهشون بگو آقا تو چرا این کاری که بدبخیه وظیفه‌ش انجام میده؟ داره کار خود چیه میکنه؟ کار خودش چیه؟ همینی که الان بایستی این خر مقدس ها، این مذهبی ها، شیعه است، سنیه، انواع سنی حنبلی، شافعی، مالکی، حنفی هست، اسماعیلی، علوی، حتی اسماعیلیان مثلا مثل خانی که الان هست که میلیاردر فارسی بلد نیست باشه، خب اشکال نداره، خیلی رو پای ما اصلا اینو تو همون طیف بهائیت و یهودیت محسوب میشن که با دانش ساختن، با خرد ساختن. اینا اونایی که با خرد ساختن باشون کار نداره، حرفی که فردوسی زد، هر کی با خرد ساخته باش کار نداره، اونایی که نساختن باید نابود بشن، فدا از بین برن. من قاطع گفتم، قاطع دیگر بار میگم، احمد حتی به برادران افغانم تاکید میکنم، برادران، خواهران، شما اگه برای یه اسلام دیگه بجنگید بدبختید، نابودید. شما بایستی اگر میخواین دنیا از شما حمایت بکنه، دنیا الان لایکه، سکولاره، لایسیته است، یعنی یه کسی میتونه خدا و هر کی میخواد تو قلبش داشته باشه، تو قلبش میتونه داشته باشه، اجازه نداره تو جامعه بیاره سر آدم ها رو ببره آدم بکشه فلان بکشه. الان از اسرائیل شما بگیرید تا همه جایی با چاقو زدن آدم کشتن وجود داره. اون آدم ها نباید باشن، یعنی بدبخت. نابودی شما قطعیه، هر کس به دین بپیونده. من از حتی به خانم مریم رجوی بارها اینو گفتم و اخیراً من مطمئن شدم که آقای مسعود رجوی زنده است. من نخستین کسی بودم که همون سالها نوشتم مسعود رجوی کشته شده، اما الان نشانه هایی یافتم، یعنی یک اشاره هایی نشانه های مسعود به من کرد. خلاصه با این اشاره نشانه ها مسعود زنده است. حالا به چه دلیل مجروح شده اینا نمیخوان چهرهشو ببینن نمیدونم، ولی مسعود زنده است. چون مسعود زنده است میخوام به مسعود بگم مسعود اینو ببین، تا موقعی که مریم روسری رو سرشه، مجاهدین خلق مجاهد خلقن و با آرم اسلام و این قدرت بهتون نمیدن. پمپور بخوان رئیس جمهور کنید، از این 43 سالم تجربه دارید، قدرت بهتون نمیدن. آقای احمد مسعود عزیزم، فرزند احمد شاه مسعود، تو وقتی به اسلام به چسبی هم دوباره بهت قدرت نمیدن، یه سلام علیکم میگه، اول میبینی الان یک تفنگ هم بهت نمیدن، سرتون همینجور گرم میکنن تا اونا بیان شما رو قتل عام کنن بکشن، وقتی تموم شد خود طالبان هم یک شبه تبدیلشون رو میدن. چرا؟ خوب گوش کنید، این خیلی مهمه، میخوام بهتون بگم، چون الان با تکنولوژی مدرن دیگه با آدم احتیاج ندارن که، آدم خری که خر حمالی بکنه، خریت داشته باشه، احتیاج ندارن. الان به افراد ذکی، هوشیار، بیدار، خردمند احتیاج داره دنیا، اینا هم کمن. برای همینه که شما این حتی اوکراین با خاک یکسانه، صاف میکنن اوکراین رو. سرزمین های سوخته بایست باشه از جایی که زرخیزه، چون اوکراین هم زرخیزه، بهشته.
عراق و ایران و سوریه و یمن و البته عربستان سعودی الان چون وارد فاز خرد شده با جهان با خرد کار میکنه، جو رفته جز اونا شده، میگه هواپیما بفرمایید، دیسکوتک بفرمایید، هر چی میخواین بفرمایید، بفرمایید بفرمایید خارج. عربستان الان تو باندیناش گیره و درست میشه. اما قطر و کشورهای دیگه عربی هم همینطور، اونا نگه میدارن. قبلا پروژه بود که اصلا عربستان اول از همه داغون کرد، ولی چون اونجا سرنگی کردن، ذکاوت داشتن، اومدن زود تو بازی الان. ولی شماهایی که این کار رو میکنن، اینا همه برای اینه که ایران رو با خاک یکسان کنن. ای که این فناتیک و این مذهب و اینا نمیاد، ولی ای که این آدم ها احتیاج ندارن. باید سرزمین خالی از سکنه باشه تا نفت و گاز و اورانیوم و زمین هایی که زمین بهشتی داره اوکراین. اوکراین زمین بهشتی، پوتین هم الان ازش گذاشتن که حمله هر بکنه. درست مثل اینی که جورج سوروس که اخیراً اومده گفته که بایستی، البته من جواب جورج سوروس رو دادم، شما خواهید دید به فرانسوی اینا، گفته که بایستی برای حفظ تمدن غرب این ترتیب اینو بدیم به رو پوتین رو، با اینکه خود اینها خود همین تمدن غرب توی هست. یعنی اینا اینجور بازی میکنن، بازی شد با پوتین، متوجه بشین، چون دو قدرتیه. یعنی این اقتصاد نوین جهانی الله ابلیس هم آفریده، هم خداست هم شیطانه، دو تا قدرت با همه. بعد برای بعضی وقتا از استفاده های میکنه میاد و میره، استفاده میکنه میاد میره. مثلا بتون صد بار، نه دو بار گفتم، حالا سه بارم میگم چون بعضی که متاسفن، این خود ترامپ هم خبر داره، برای همین اومد یه سری حرفایی زد که جمهوری اسلامی و خود خوششون بیاد در مورد کشتن قاسم و اسرائیل، و الان اون مخالف اسرائیله. چرا؟ چون میخواد این وریه کمکش کنن دوباره رئیس جمهور بشه. ولی جورج سوروس هم که فیلسوف و اندیشمند این نظم نوین جهانیست، وگرنه خیلی آدم دیگه هستن. بعدم در این رابطه خود آمریکایی اینقدر فیلم ساختن که چی؟ شما فیلم های هالیوودی رو ببینید، یکی آخرینش هست که کینگ سرویس سکره، یعنی سرویس عملیات اطلاعاتی ساخته. این فیلم خیلی پرخرجه، مثلا برید ببینید یک اطلاعاتی بهتون میده اصلا اینایی که شما میترسین بگین، همینا که اگر من اسمشو بیارم برنامه سانسور میشه توی یوتیوب و جای دیگه. حالا اینجوری میرن، حالا فیلمشو میسازن، هالیوود خودش میسازه، در رقابتن، حرفاشونو میزنن. یعنی حالا میخوام بگم جورج سوروس اومد خودش گفت ترامپ همون 6 ماه اولش خوب بود، ما 6 ماه اول بهش احتیاج داشتیم، بعد دیگه اضافه موند. یعنی بعضی وقتا میاد که میان، بعد اگه یادتون باشه خیلی تلاش شد که ترامپ رو بردارن، خانم نانسی در سنا جاهای دیگه، ولی رای نیاورد. یعنی چی؟ یعنی که همیشه میشه کسایی در برابر نظم نوین جهانی وایسن، تو تاریخ وایسادن. الان میگن که من دارم میگم برای اینکه تو میخوای وایسی مملکت آزاد بشه، چه افغانستان چه ایران چه کشور دیگه، بایستی قدرت و شامت اینو داشته باشی که در برش باشی. چی در برش باشیدن؟ دین رو باید بذاری کنار، تو مسلمان دین رو باید بذاری کنار. تو وقتی چون آدم با دین، هر لحظه تو وقتی برای دین داری میکوشی به حسابی که میخوای زمین تو خاک تو حفظ کنی، میگن آدم فنتیکی، بهت کمک نمیکنم، بعد بعد اگرم بهت کمک بکنم به اینکه زودتر ترتیب تو بدن لازمین بری، بی نظیرتو میکشن، ذوالفقار علی بوتوتو میکشن، احمد شاه مسعودتو میکشن. احمد شاه مسعود هم حکومت اسلامی، تو حکومت اسلامی جمعیت اسلامی بود، رفسنجانی را میکشن، مجاهدین خرقان صلیبی 3000 تاشون میکشن. ولی وقتی تو لایک لایسیته هستی وارد بازی جهان که میشه، که نمیشه که وارد بازی جهان بشی، سجاده نماز تن بیاری، کعبه و بتخانه تازی رو بیاری، اینا که خر نیستن که، اینا خیلی هم، ولی اینا دیپلماسی دارن، دیپلماسی تو قلب. من هم اینا که دارم بهتون میگم به خاطر اطلاعاتی که دارم، به خاطر اینکه من به عنوان یه نویسنده، این به شما بگم تا بفهمین، من به عنوان یک نویسنده که 50 سال دارم مینویسم و خلاقیت و نوپردازی در خیلی از زمینه ها داشتم، و بعدم کتاب من همه خوندم، همه اینا که میبینید دارن رهبرای جهانن میخوندن، اینا خوندم، برای من تشکر نامه نوشتن، چیزی یاد گرفتم، همونطور که هم میهنان مهربان و گرامی من در سر و سر جهان از هر طیفی، از هر گروه سیاسی، از هر گروه فلانی، مهربانیشون رو من نشون دادن که در رابطه با نوشته های سیاوش اوستا چیزی ها مختلف. منم به عنوان یک کسی که اندیشه ساختم، همونطور که فردوسی گفت، با خرد جلو رفتم، به زبان های مختلف کار کردم، خب مورد مهر همه بودم،
ولی من نقطه نظرهای خودم برای ایران خودم دارم. من خودمو نمیرم بفروشم که بر علیه ایران ازش سوء استفاده بشه. کعبه آمال من در نهایت ایرانه. اگر میخوام ایرانی خردگرا بشه، در همینی که دیگه امروز واضح یک سری مسئله بهتون گفتم، متوجه میشین؟ کتابای من به زبان مختلف ترجمه شده، به ویژه از همه زبان ها مهمتر انگلیسیه و فرانسوی. عربی هم که ما انقدر برنامه رفتیم که چی، همین بچه‌رم هم که الان داره تحول میافرینه در عربستان سعودی، من میشه گفتم بچه 14-15 سالش بود، یه هفته اومد کلاس درس ما، از کلاس درس ما که اومده بودن میدونن شانس ریزه وقتی که اون سالا دهه 1980 دهه 1990 دهه 2000 اوایل سالش، وقتی یاران مهربان یاران میومدن ساعت هم که میشستن، همش بی نبود که کلاس های ما یک بار هفته یک باری که ما داشتیم اونجا برای دوستان افراد مخود، بقیه هم که وقتی میدن سوال داشتن ما جواب میدادیم، بحث میکردیم و و و و و و حق رو وقتی بگی، سخن حق بگی، انسان به قول فردوسی اگه خیرتمند باشه میپذیره، حالا زن هر که میخواد باشه از دست، بعد خود ساعت قدرت میگیره عملش میکن. حالا هم یادتون نره اینایی که من میگم بر اساس اطلاعات، این بعد نظریه فکر نکن نظریه است، نه بعضی اطلاعات، دنیا بایستی مردم خردمند باشن که وقتی خردمند هستن، عقلگرا هستن، علمانی میگن به عربی و لائیک هستن، اینها خطری برای جامعه بشری ندارن، متوجه میشین؟ و اینام تعدادشون خیلی کمه، اگر 10 میلیارد هستن توی 10 میلیارد یه میلیارد نیست از اینا باشه بس، برای اینکه خیلی جدا حساب شده است، برنامه‌ریزی چون باید خودت عاقل کنی، وگرنه اینا که همینجور فرت 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 آدم میکشن و تعصب و حتما ریشه باید بذاره و چادر رو سر حتما باید تا یاد آدم رو خرن الان میخندن، ولی فردا همین ها نابود میشن، نابودید، یعنی صحرای سوخته است، یعنی یا صحرای سوخته است یا اتکاب خرده. من واضح به شما بگم، مگه بین مسیحی ها متعصب دینی نیست؟ مگه بین یهودی ها متعصب دینی نیست؟ خب یهودی متعصبی که تو نمیدونی قدرت گرفته باشه در جهان، خود اون یهودی های خردمند مخالف یهودی های متعصبن، اما همون یهودی های خردمند که جهان به قول تو و امکانات دارن در سطح جهانی، همون هم خدا رو قبول دارن، ولی خدا رو نمیاد چی کنار مکدونال بذاره بفروشه به تو، خدا رو که نمیاد کنار تکنولوژی اینترنت و رایانه و توییتر و فیسبوک اینا بذاره بشه بفروشه، که خدا رو بهت نمیفروشه، که خرد رو به تو میفروشه بدبخت. اون خدایی که هست تو دل شما خودشه، ولی همون یهودیایی که میان اسحاق رابین رو میکشن، اسحاق رابین رو میکشن و خیلی از یهودی دیگه در طول تاریخ خیلی هم جنگ بوده که برید بخونید تاریخ، برید بخونید بیچارا، خیلی وقتا بوده که متعصبان یهودی که دین یهودیت